پس از آن که انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان با چالش مواجه شد و به رئیس مجلس زمینه فراهم نشد تا به کارش در داخل تالار آغاز نماید، اکنون وی نزدیک به یک ماه است که در دفتر کاریش با نمایندگان مجلس دیدار می کند. وی می گوید که به خاطر مصلحت کشور و منافع ملی نخواسته تا برای ادامه کار از آدرس کرسی ریاست مجلس در نشست‌های عمومی به زور متوسل شود. ما به خاطر مصلحت کشور و منافع ملی انتظار میکشم که دوستا با اصول وظایف داخلی مراجعه کنند و همون اصول وظایف داخلی قناعتشان را فراهم بکنند. پیشنهاداتی دارن که گویا ما استعفا بدم یا عقب نشینی بکنم. به هیچ وجه من کار نمیکنم، به خاطر که ما اولین رئیس ولسی جرگه افغانستان هستم که بعد از 16 دوره ما ایرای گرفتیم. با این حال آقای رحمانی تاکید می‌ورزد که در انتخابات هیئت اداری هیچ مورد قانونی برای ایجاد چالش در مجلس نمایندگان وجود ندارد. در انتخابات ریاست ولسی جرگه 50 جمعیت که پوره کردیم مطابق ماده 71 اصول وظایف داخلی و از صندوق آرای استعمال شده 244 رای بود که ما 124 رای به دست آوردیم، ولی متاسفانه یک گروه زورگوی قانون شکن یک مشکل ایجاد کردن که فعلا شما در جریان هستید که مشکل هنوز هم وجود داره. هرچند چانزنی ها برای حل تنش ایجاد شده میان نمایندگان مجلس ادامه دارد، اما تا کنون این نمایندگان نتوانستند تا برای پایان چالش به میان آمده در خانه ملت به یک تفاهم کلی برسند.